یعنی می روغن است با سابق ما 18 سال 15 سال می خریم ما دیگه خوش نیستیم. ام یک بوجیار ده ما خبر شدیم که تا 5000 افغانی هم در بازارهای کابل فروخته شد. چیزی که خداوند مقرر کرده اونمون میشه. دیگه ده ای آدم ناشکری نکنه. هزار بار شکر که همین دولت ما بجر سر پا استاد شد. حکومت اسلامی آمد. جنگ نیست، شور نیست، چپال نیست. ما ده اینمی خوش هستیم. دزدی زیاد بود. جنجال زیاد بود. جنگ زیاد بود. رشوت زیاد بود. یعنی مال خود ما در محکمه کار داشتیم. یک روپه رشوت ندادیم. کار ما تو فری شده. اگر حکومت پیش می بود مثلا اقلا 1000 دلار رشوت می گرفت. 61 اون بله اون از دین روز کده باز دین روز از پری روز کده باز هم یک روپه کم شده 95 روپه 100 روپه کیلو گاز می خرید واقعا بود حال فعلا خوب است حال بسیار خوبه شکر خدا خوب است بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند مهربان سلام بینده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدین به یکی از برنامه های دیگر بنده میلاد امیری امروز با یک برنامه در خدمت شما ایزان هستم که با دیدن این برنامه شما خوشحال میشین لبخند روی لبانتان جاری میشه و قلبا شاید کمی خوشحالتر شوین به این دلیل که امروز در یک منطقه ای آمدیم که مواد ارتزاقی یا مواد اولیه به فروش میرسه و به شکل عمده و پرچون در اینجا این مواد ها به فروش میرسه و قسمی که ما و شما میفهمیم در این اواخر قیمت های مواد ارتزاقی و مواد اولیه به شکل قابل توجه کاهش پیدا کرده و از این امر مردم خیلی زیاد خوشحال هستند ما هم به می خاطر آمدیم به این منطقه امروز که بپرسیم که مواد اولیه از جمله آرد و روغن و برنج و بعضی چیزهای دیگه چقدر در قیمتایشان کاهش آمده و در کنار از یا در ادامه برنامه همچنان شما میبینین که ما میریم در تانکهای تیل و از قیمت تیل میپرسیم از موتروانها هم میپرسیم و همچنان از قیمت گاز هم ما پرسش های خود داشتیم پس شما در ادامه برنامه با ما همراه باشین میریم در یکی از دکان ها بپرسیم ببینیم که چی گپ ها است چی قیمت ها است سلام علیکم کاکا جان خوب هستین صحت خوب است خوب هستین از جور هستین شکر سلامت باشین شما جور هستین بخیر اسم مبارکت محمد صادق از ولایت کابل ولسوالی موسوی بسیار خوب کاکا صادق خود دکاندار است یا اومدی سودا بخری من صاحب سودا میخرم امی بلکه که مدد است دیدم نوت که خانم ها در خانه میتن که امی سودا را بر ما بیارین دیگه اومدی پر سودا بله صاحب بله صاحب چی تصمیم داری ببری والا خو چیزی که فرمایش دادم رو میبریم دیگه چی کنیم مثلا یک بار بخوان بر ما خیلی کوتاه ببینیم که چی است من از چای از بوره از شیرینی از همین چیزا از دیگه ماکارونی مواد که روزمره در خانه استفاده میشه آه صاحب سلامت باشین سوال امروزی ما ای است که شما از این قیمت های آرد برنج روغن یا چیزایی که خودت کار داری راضی هستی یا نه و از سابق کرده از چند سال پیش یا چند ماه پیش کرده چقدر کاهش پیدا کرده چقدر کنترل شده میگم سال پیش یک ماه پیش یک جمعه پیش هم بهش فرق کرده تا برای نرخ ارزان شده ارزان شده ارزان شده ان شاء الله دولت است که قبلا ما در سال های قبلی که بود وقتی که این نزدیک میشد بسیار زیاد این قیمت ها بلند میرفت حالا چطور شده حال خوب از الحمدلله حال خوب از نرخ پایین آمده ان شاء الله وطن در جور شدن است ان شاء الله از این امر خوشحال هستی چرا نه ما خوشحال چطور نیستین یک چیزی که برای ما یعنی می روغن است با سابق ما 18 سال 15 سال می خریم ما دیگه خوش نیستیم خامخا خوش هستیم از نرخ های امروز سبا برنج و روغن آرد چقدر می خری آرد نمی خریم ما خود ما گندم زیاد داریم میشه گندم از کجا میاری ما گندم ما زمیندار هستیم از موسی هستیم لوگا ولایت کابل ولسوالی موسی بسیار خوب دو قسمت خیلی گندم و کچالو زیاد کچالو هم دامیاله دا کشیدن از او گندم زیاد تازه الحمدلله بسیار خوب و از حکومت خودت چقدر خوشحال هستی که همین نرخ کنترل کرده مثلا مالیات کم آورده که ماشاءالله ما و شما شکر هزار بار الحمدلله که امروز میبینیم که نرخ ها کنترل شده و کاهش پیدا کرده الحمدلله حکومت ما بسیار خوب حکومت است برای ما خدمت میگن می خدمت است که محصول کم شده مالیات کم شده اما نرخ پایین هم اگر تیل قیمت بود 100 روپیه یک لیتر بود حالا 60 روپیه رسیده 62 رسیده خامخا نرخ فرق میکنه دیگه تا. بسیار خوب خود دیگه کدام اگه پیام گفته این داشته باشیم ما در خدمت زنده باشین سلامت باشین بسیار خوش شدیم از شما که برای ما وقت دادین که ما پرسان کردیم سوال کردیم زنده باشین تشکر سلامت باشین من دوست دارم که این دکاندار که دیگه هست من قیمتاش از خودت نمیپرسم از دکاندار آیسای محترم بفرمایید شما هستین سلام علیکم حسین بخیر شکر سلامت بخیر باشین بفرمایید دقیق قسمت با معذرت یک چند لحظه خیلی کوتاه مصاحبه شما را می داشته باشم بفرمایید مهربانی خوب هستین سلامت اسمتان نورالله کوکا نورالله دکان از خودت بله مهربان
سلامت. از چند سال قبل کرده بعد از یک حکومت امارت اسلامی روی کار شد، چقدر در قیمت مواد اولیه به مردم سهولت ایجاد شد یا ارزان شد؟ خوب است، نسبتا به چند وقت پیش حال خوب است که نرخ مواد فرض مثال آرد است سیز پایان آمده و بعضی چیزهای است که از افغانستان طرف پاکستان ایجا میره نرخای زونا بالا شده دیگه. خوب است، امرام خوشحال کننده است که محصولات افغانی بره به کشورهای همسایه. بله بله، بسیار بسیار خوب. خیلی دوباره دیگه چیزا گپ نمیزنیم، بیا که برام می آرد قیمتاش بگو که آرد قیمتش چند است، معرفی بکو برام. آرد صابر بلال است و آرد وطنی است، یعنی می آرد است که کیفیتشان بالا است فعلا در بازار 1580 رو فروش میشه. 1580 بسیار خوب. بله. و گفتین که وطنی است؟ یارد نه بنا قزاقی می آرد وطنی باز نسبت به ارزان تر است، 1400 بله 80 رو پنتر می. بسیار خوب. سابق چند بود؟ میگن که دمی قیمت های 2500 هم فروش نشد. قبلا فروش میشد اما فعلا شکر فضل خدا ارزان شده. ارزان شده؟ بله. با فرا رسیدن عید قربان ای اولین بار است که ما میبینیم که مواد ارتزاقی ارزان میشه. بله بله بله، توکل به خدا، به خدا مهربان است که بهشت خیر باشی. خیار ده برام بگارد چی؟ روغن، روغن قیمتش چند شده؟ روغن دیگه بعض اوقات بلند میره نرخاشون، بعض اوقات پایین میره. فعلا یک چیز یک 50 روپیه هم تو را پس بلند رفته، قبلا ارزان شده بودن. بله. چند است قیمتش؟ 1680 رو پس 16 و نیم ست. این روغنای صرافیه و وهاب کسی از را بلندتر میم و چون هم بخود شرکت کمپانیش از را نسبت بدگاه فرق میکنه و این روغنای دیگه کس تک 1600 می. 1600؟ بله. بسیار خوب. در حال است که تا چند وقت قبل میگفتن که ما تا 2500 افغانی هم 3000 افغانی هم روغن میخریدیم. بله بله، واقعیت است، بلند شده بود. بله. بسیار خوب. و او بشکایک های دیگه چند لیتر است و چند میه قیمتش؟ بشکای یعنی زرداک است یا ده لیتر است 920 رو پر 920 رو میه و امو 5 لیتر است 490 رو پر. از دیگه مواد ما از خودت پرسان نمی کنیم بینده ایزی، در ادامه برنامه با ما همراه باشین. میریم در دوکان های دیگه از نخود، لوبیا، بوره و این چیزا پرسان میکنیم، اونا هم انشالله که پایین شده باشه. انشالله تا که لوبیا یک چیز بلند شده فقاطر یک طرف پاکستان میره فعلا و اگر امین فصل دیگه سرش بخیر برسه انشالله نرخش مشکرانه پایین میشه. بخیر باشی. کدام گفتنی و یا کدام پیام اگه داشته باشی ما داخل عزت باشن. تشکر، فقط آرامی و آبادی کشور خدا میخوایم. سلامت، تشکر، بخیر باشین. بینده های عزیز، در وقتی که قرنطین اعلان شده بود امی قیمت های آرد خیلی بلند رفته بود، در کل کلش آرد بیخی زیاد. امی یک بوجی آرد ما خبر شدیم که تا 5000 افغانی هم در بازارهای کابل فروخته شد که بعدا باز کم کم آیسا آیسا پایین آمد. قیمت های آرد ما و شما فهمیدیم، آرد و روغن آرد تا 1550 افغانی هم بود که وطنیش باز ارزانتر است. این قسمت دکان که هست لوبیا و نخود یارا پرسان میکنیم. سلام لالا عزیز. خوب صد خوب جان جون، بخیر بخیر است ان شاء الله. سلامت باشی. بخیر باشی. بیا که کمک داخل دکان بریم اگه اجازه خودت باشه. بفرمایید بفرمایید. نام خودت لالا جان؟ گل محمد انصار. بسیار خوب انصار صاحب عزیز، قیمت لوبیا را برای ما بگو، چند نوع لوبیا داری و چند است قیمتش؟ 3 نوع لوبیا داریم، وطنی از جان، لوگری است، نجروی است و مقری است. کدامش بهتر است کیفیت؟ بهتر نجروی است دیگه، از کلش کده. زیاد مردم میبره؟ امور مردم زیاد خوش میکنه. ولی هم کل خوب از در عموم خوب از نجروی بهتر است دیگه. برنج خوب شده، برنج خوب شاجی عزیز تا 2900 3000 خوب بهترین برنج کنه اجرت عزیزی. ولی هم 4000 نبود سابق؟ بود دیگه، حالا خوشیشتن نر خوب است دیگه فعلا خوب شده. ولی 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 و عزیز خودت خود دکاندار هستی، به عنوان یک دکاندار خودت خود میبینی که مردم هم از خودت خریداری میکنن، از اینکه نرخ ها چیز پایین شده چیز خوشحال هستن مردم یا نه؟ طبعا خوشحال میباشن. چقدر خوشحال هستن؟ بسیار خوشحال هستن، بخاطر که پیسه کم بند میشه دیگه. آجی دیگه خوب است فعلا، فضل خدا نرخ ها خوب شده، مردم راضی است چون پیسه ما کم بند میشه. هرچی پیسه ارزان شه مال زیاد میشه. بدون شک بدون شک. خود دیگه چی ماند؟ برنج نگفتی بر ما؟ ولی ها خب برنج هم شد. نخود چی؟ نخود چند میه؟ نخود خوب، نخود 8.5 صدر بس سیرش است. خوب کانادایی نخود اول. کانادایی؟ ولی ها نخود از کانادا میه؟ ولی ها از کانادا، ایران. چند نخود داریم وطنی؟
وطنی ما کیفیت چطور است؟ وطنی خوب است، باز مردم کانواری برای مشور نخود یا خوش میکنم و کلان بله بله کلان دانه است، امور مردم خوش میکنم از او خاطر. بسیار خوب، نخود هم شد و چای هم زیاد استفاده میکنیم، استفاده روزمره ما شما است که حتما یک رسم عنعنات شده که در چای صبح ما شما حتما باید چای استفاده کنیم. چای کیلو چند شده؟ مردم خزی کیلو گکی میبرم، یک کیلو یک ماره بس است فکر. چای به خاطر مردم و موزون چای نخوره هیچ به چای جنگ نمیشه. 3.5 صد رو بهترین چای است. خب 3.5 صد؟ بله ها. کیلویش بهترین چای. بهترین چای. 3.5 چای هم رقم است. 2 صد هم است، 2.5 صد هم است، 380 هم است. 3.5 صد هم است. خود چای بهترینش فعلا 3.5 صد بس. بسیار خوب، تشکر. چیز گفتین داشته باشی مادر. سلامت باشین. تشکر. خیر. سلامت. بخیر. تشکر. بیندای عزیز در قسمت این کاکا جان است. آوردن به دوست ما برنج و پیاز، کچالو همراه رومی. بار کده. کاکا جان خودت هم خسته نباشی. سلام برسه. سلام محترم. خوب هستین؟ خیر. بخیر باشی. سلامت باشی. بخیر باشی. اسمت لالا جان. محمد جان رضایی هستم. رضایی صاحب عزیز. خودت هم از سودا بخریم رو؟ بله سودا میخریم. از خودت است؟ از خودم یک بوجی برنج میخواستم بگیرم از یا برنجم برنج کونه گفتن خوب تر است از همی گرفتم آمدیم که از پشور بگیرم. بسیار خوب، همیشه سودای تازی قسمت میگیری؟ از همیجا خانه با هم دمی نزدیکی است از همیجا میام میگیرم همیشه. بسیار خوب، چند است قیمت برنج؟ چند خریدی؟ 3200 گفتین دیگه. آجی عزیز سابقا میبردیم به نام آجی عزیز بود، برنج کونه خوب برنج بود دیگه. ایرم باز به زمانت گفتن نامش یادم رفت، با زمانتی داده دیگه دکاندارا میشناسن. انشاءالله که خوب باشه. بنا به خدا دیگه ببینیم چی میشه. دیگه چی گرفتی؟ برنج اینا آرد اینا نگرفتی؟ سوغ نه نگرفتی، با فعلا دا برنج گرفتی گفت با ضرورت بود بیره گرفتیم. میگن که همین نرخای همین مواد بسیار زیاد ارزان شده. چطور از خوشحال هستی از اینکه ارزان شده یا نه؟ نه خوب شده، خوب شده. بد نیست. همین برنج قبلا 3800 یا 700 رسیده بود و فعلا 3200 است. باز برنج اونقدر پایین نمیاد اما آرد و روغن سو خیلی پهن اومده، خوب شده از و این بسیار خوب است که مردم ما خب در افغانستان کلا یکمک اقتصاد ما یکم نه زیاد پایین است و می که حکومت هم اقدام میکنه که مالیات کم میکنه و بعض کارهای دیگه میکنن که این مواد ارزان شه، بسیار زیاد ما خوشحال میشیم. آخ چطور خوشحال نمیشیم؟ خوشحال 100% هر کی باشه خوشحال میشه. یک کارگر یک مثلا روزانه 200 یا 300 روپیه کار میکنه، خوره مجبور امو خرج روزگار خود از کجا پس دیگه چی کنه دیگه. یعنی مجبور است که از اینمی چیزی که پیدا میکنه خونه مرو مصرف کنه، خونه مصرف اونم وایده که داره حال فعلا که دمی شرایط تعمیر میتونه که پیش ببره. بسیار خوب، پیاز چند خریدی؟ کچالو چند؟ پیاز خود سابق 5.5 صد 600 روپیه بود، فعلا 100 روپیه شده. 100 روپیه؟ 100 روپیه شده. والا ابی یک چند ماه پیش تا 700 افغانی اینمی پیاز زرد سر ما فروخت. والا او فکر میکنم پیازم پیاز تاجیکستان میومد دیگه. رومی هم 100 روپیه گرفتیم. کچالو خوش شیرین نیست ان شاء الله. والا کچالو دیگه نمیفهمم، آدم گفت که خوبش است دیگه نمیفهمم. 200 روپیه کچالو را گرفتیم. کاکا جان خودت ببخشی که من دوباره منظمش میکنم. خب خیر، 200 کچالو را گرفتیم. 200 کچالو را گرفتیم، 100 روپیه هم رومی را گرفتیم. ولی پیاز کچالو یک رقم برعکس وار، یک وقتی کچالو 180 فروخته میشد پیاز 600، یعنی پیاز یک ذره ارزان شد، کچالو پس یک 20 روپیه قیمت. از خودم از وطن از کبر اومده دیگه، اونو کچالو نمیفهمم که از کجا میای، از مقصد از وطن از نمیفهمم که از کجا میای، رومی هم از همین کابل میاد. بسیار خوب، سلامت، خیلی خوشحال شدم. تشکر زیاد، بخیر سلامت باشین. تشکر، بخیر باشی. کاکا جان بیا که کد خودتان یک گپ بزنیم. خوب هستی؟ مرسی بودا جان، خیر خیرت خوب است، شکر فضل خدا میرم. خسته نباشی. باشی آرام باشی. بخیر باشی. کراچیگک از خودت؟ کراچیگک از خود مسعود. در این منطقه کار میکنی؟ منطقه اینمی 10 سال 12 سال شد که 30 سال است که در می کراچی کار میکنیم. خب من تو در این منطقه این 10 12 سال شد که می دکاندارا هم همش دار از اینمی کراچی نان دادی. نظمی کراچی نان میخوریم ما. خدا را ببین که چطور میره. اینمی کراچی دیگه. دیگه خدا 12 سال مکتب خواندیم چون شرایطش نیست دیگه مجبور کراچی بدوانیم. چیکو بله. اما نان حلال که ما شما پیدا کنیم چی کراچی وانی باشه چی هر کار دیگه که باشه، مقصد خداوند یک آرام سر ما نخورونه، نمی لقمه حلال است برای ما هر چیز است. شکر شکر میگیم، هزار بار شکر. روز علامت چیزی که خداوند مقرر کرده اونمو میشه دیگه، دای آدم ناشکری نکنه. هزار بار شکر که همین دولت ما بذار سر پا استاد شد، حکومت اسلامی اومد، جنگ نیست، شور نیست، چپال نیست، ما دای نمی خوش هستیم. قیمتی بود آل فضل خدا ارزان شده، یک بوجی آرد تا 2800 روپم خریدیم. آل یک بوجی آرد شکر شده 20 کم 1600 روپم. یک پیبروغن خریدیم تا 2300 مردم خرید.
حال شکر شده 17 یا 16.5 یک پیپ روغن شده. اینمی شکر از دیگه میشه کم کم دولت نوپای از دیگه توکل ما و شما به خدا که خداوند چی میکنه. بله خودت خوب ماهانه آرد میگیری؟ ماهانه آرد میگیرم. چند گرفتی ما؟ 16 رو به 20 کم. 16 من آرد یکم خوبتر گرفتی به خاطر که ما پرسان کردیم 15.5 15.5 هم هست 15.20 رو با ما هست همه چیز هم میره خم از خود تفاوت داره جن خوب بخیر آرد آرده آرد آرده هست بله بله سرخور هستی دیگه هم سرش هم میبری خوردی خوب بشه بخور که نخوردی دیگه خود خراب هست خب گذشته از چیز امی کارو بار چطور مگذره نان و اول صبح شب تا پیدا کرده میتونی یا نه؟ مهربان است، الله روزی رسان است، چیزی که خداوند مقرر کرده باشه اونمون میشه دیگه از او کس، نه کس کم کرده میتونه نه زیاد کرده امو بنده اموز که شکرگزار باشه همیشه باید شکر الله را بگو خداوند خودش میفهمه و کارش بخیر است خیرتیز بخیر بیا کم نزدیکتر بیا از خیرت خوب هستی شکر زنده باشین برادر سلامت باشین بخیر ان شاء الله بخیر والله شکر از فضل خدا از قبلا کده ول فعلا خوب است شکر هزار بار زنده باشین امروز اومدیم که قیمتکای گاز پرسان کنیم کیلو چند میه گاز فعلا در شرکت خمی 52 53 سن یک 4 5 پم کرا و تا بالا میشه فعلا 60 پس فعلا 60 بله از سابق کده فعلا خوب است بله سابق چند بود ما خو یک وقت شده بود که 95 روپیه 100 روپیه کیلو گاز میخره. واقعاً بود حال فعلا خوب است. حال بسیار خوب است. شکر خدا خوب است. مردم راضی هستن؟ خوش هستن؟ فعلا راضی هستن. دیگه باز وقت 65 میشه، باز وقت 60 میشه. ان شاء الله که دیگه رو به پایین شدن از گرمی سر خوب است فعلا. کنترل شده یعنی؟ کنترل شده خوب است دیگه. راضی هستی خدا؟ فعلا راضی هستن دیگه. آخه باید 40 روپیه شه. قبلا در سالهای گذشته در 45 و 38 روپیه میشد. حالا خب فعلا در 60 روپیه استفاده است. توکل به خدا. ما قیمت های مواد ارتزاقی حبوبات اینا را پرسان کردیم ماشاءالله خیلی ارزان شده بسیار ارزانی است الان فعلا ما خود ما رو در دکان همین سودا میکنیم قبیل روغن از برنج از اینمی چیزا هست ها فعلا داره مال شکر خدا خوب است اینمی برنج حال در 2500 هم تراست داشت از قبلا در 3500 بود حال فعلا همین روغن ها در 500 530 و 540 پس هم 5 لیتر حال فعلا خوب است شکر خدا است شکر که این مردم ما یک ذره یک دست شانس بسیار بسیار خدا مهربان است بخیر ان شاء الله خوب است فعلا بخیر باشی کدام پیام گفتنی اگه داشته باشی گفتنی دیگه نداره مینمی گفتنی ما هم شکر است که آرامی است اینمی که کار میکنیم ساعتمند هستیم اینمی جانجوری است اینمی بسیار شکر خدا است کلان گپ است جانجوری پاچه جانجوری پاچایی زده اگر روزی رسان پروردگار است روزی را به کم زیاد میتیم ما توکل به خدا بیا یک بار داغوش سلامت خدا خیر خدا برو خیر که مشتری استاد هستن سلام برسه خوب هستین بخیر ساعتمند بخیر سلام بخیر باش سلامت باشین محترم اسمتان سید قدیر هاشمی هاشمی صاحب محترم چی مصروفیت چی کار بار ما اینجا دفتر داره خب دفتر این دفتر است بسیار خوب در این پالویت خب گاز فروشی هست یک ذره شاید از گاز فروشی از گاز از قیمتاش خبر داشته باشه بله آه. خود از خود خانه گاز استفاده میکنیم ما استفاده میکنیم بله طبیعی است کلگی حال در این ساعت اگر چوبی گپا نیست کلگی گاز استفاده میکنیم کیلو چند از گاز؟ فکر کنم 60 روپه است 60 روپه؟ بله بسیار خوب برای ما گفته شد که سابق کردم این گاز و مواد های دیگه ارزان شده این واقعیت است یعنی گاز ارزان شده چیزه؟ بله ها سابق کرده خب مواد هم ارزان شده و گاز هم ارزان شده گاز چند بود؟ خب یک ماه پیش دو ماه پیش 70-80 روپه بود حالا دیگه در 55 و 60 رسیده خب اینا اینجا در 6 درک یک ذره چیز ترانزیتی مشکل است 60 روپه سودا میکنن در دیگه جا حتی 55 روپه هم است درست خودت به عنوان یک شهروند و به عنوان یک کس که از گاز استفاده میکنی چقدر خوشحال هستی که قیمتش پایین آمده ما هر قدر که ارزان شود خوش هستیم دیگه فعلا هم به اینکه 60 روپه است خوش هستیم دیگه از اینکه بلند بره زیافتر بلند باشه خب پایین باشه خوب است همگی دمی انتظار و امید است که همه چیز پایین بیایه دیگه هم پایین تر دیگه هر قدر پایین تر باشه ما خوش هستیم و از اینکه دست حکومت در این کار میچله و کنترل میکنه قیمت ها را خودت چقدر خوشحال هستی؟ 1000% خوشحال هستیم که کنترل کنه نرخ پایین بیاره با مو چیزی که استانداردش است با مو به فروش برسانن عموما گاز فروشی ها سلامت چیز پیام داشته باشی به بیندا عزیز ما در خدمت پیام اینمی است که مردم احتکار نکنن وضع اقتصادی مردم ببینن و با مو سیستم عمل کنن بسیار زیاد تشکر سلامت بخیر در کار بارتان برکت بیندا عزیز
اینا دیگه قیمتای گاز هم رو شما فهمیدیم، شکر که اینا قیمت گاز هم پایین اومده. شما در ادامه برنامه با ما همراه باشیم، بریم در یک تانک تیل ببینیم که تیل در کدام قیمت ها است، آیا پایین اومده یا نه. بینده های عزیز، آمدیم به یکی از تانک تیل هایی که در این منطقه فعالیت دارن. تا چند وقت قبل ما شما شاید ازی بودیم که این موترک های آسانه و اینا کرایش در روپگی بود، امیا 15 و 20 روپه شده بود و همچنان کرای موترهای سراچه و کرولا که تا یک جای میرفتی 20 روپه اگر بود 30 روپه شده بود. و خوشبختانه که حال یک چیزی که میگن که ارزان شده، اما بیان که از مسئولینش بپرسیم که واقعا هیگب راست است یا نه. یک بیادر امی جهاز، سلام علیکم. بسیم برادر، بخیر. به فضل خدا، بخیر. سلامت، نامت؟ فرزاد هستم برادر. فرزاد جان، چقدر وقت هستی چه کار میکنی؟ یکان 4 ماه میشه کار میکنی. تازه آمد؟ بله. بسیار خوب. میگن که تو همی دمی 4 ماهی که هستی، قیمت ها تا امروز چیز کاهش پیدا کرده یا نه از تل پترول، دیزل؟ پایین شده، نرخ های ذره خوب شده، ارزان شده، مردم هم راضی است. چند بود چند شده؟ حالا خب ارزان شده، 4-5 روپه در این وقت ارزان شده، 61 روپه شده پترول. یک 70 روپه بود؟ دیزل 70 چند روپه بود، حالا 72 روپه دیزل، چی 62 روپه شده. 62 شده؟ آه. بسیار خوب. دیزل زیاد میبره مردم استفاده میکنه یا پترول؟ پترول برای. پترول هست؟ موترهای دیزلی کم هست، یکان دیزلی میای دیگه. این مردم خوب پیش شما میای، یکان دفعه که طرف هم ویسکرینه که قیمت شما که میبینه سابقه خود قالمقال مردم مبرامتال که یک چند رو ارزان شده چیز نمیگن که شکر کردن. بسیار راضی است، خوشحال هستن مگن این تیل یک ذره ارزان شده. اینه یک زرنج آمده میجا اینه گیرش کردین تیل مندازه. سلام کاکا جان. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر جان و جور. بخیر. اسمتان؟ رجب هستم. کاکا رجب، آمدی تیل بندازی؟ بله. همی زرنج دیزل میخوره پترول؟ به احتمال زیاد پترول بخوره. پترول هم پترول هست؟ پترول. بسیار خوب. چند انداختی تیل؟ 62 رو پستنی، 62 61 اون اولیان از دین روز کده، باز دین روز از پری روز کده، باز هم 1 روپا کم شده. خب کم شده؟ کم شده. خب ما آلی زیادتر خوش شده میریم از این که کمتر شده میرم. ما دیگه کار ما اینمی کار ماست، از اچقه که ایره میچلانیم از اون مصرفش پترول است. بیشک پترول باید باشه که ای بچله، نباشه مام جگر خون کار مام نی. همی کارتان به می تیل بند است؟ فقط به تیل. از این که ارزان شده بسیار خوش هستیم، از این کدام ارزان شده بر امشالله که باز نرخای یکم چیزای دیگه هم ارزان خواهد شد. ما امروز رفتیم در می مارکت هایی که به شکل عمده و پرچون همی آرد و برنج و روغن و یار سودا میکردن، از اون پرسان کردیم، از گاز هم فروختن پرسان کردیم، این قیمت ها فکر کنم به شکل 30% یا 40% در اون مواد ها پایین آمده. بله آن از این حقیقت کسی تیر نشه به واقعیت، امی رقم است. شما شاید شاید زیادتر هستین که مقصد میگردین پرسان میکنی نظر کسی نظریاتش، شما بیشتر اطلاع دارین از ما کده، ولی خب ما تا جایی را که میفهمیم خوشحال میشیم و شدام همین تو شده. بله آن. و از حکومت خود چقدر خوشحال هستی که امیار کنترل میکنه این نرخ را؟ از حکومت خب طبعا دیگه بسیار زیاد خوشحال میشیم و شدیم، تا این اندازه را شدیم از اینکه زیادتر هم ارزان شد، اما قدر شوق و علاقه ما شاید زیادتر شده بره و که انشاءالله که میشه همون تو را میشه از کلگی دیگه. خدا مهربان است. سلامت، تشکر، خوشحال شده. تشکر از شما. بخیر، در کار بارت برکت باشه، سلامت باشین. سلام لالا جان. علیکم السلام، خوب هستیم برادر؟ صحتمند الحمدلله، شما خوب هستیم؟ سلامت باشین. نامت بگو که همی کسایی که از طریق تلویزیون ملی خودت بینده هستن بفهمن نام خودت. نام من شیر محمد است، بشنده ولایت کابل هستیم. بسیار خوب. آمدی تل بندازی؟ بله آسف. موتر پترول میخوره یا دیزل؟ موتر پترول میخوره. چند انداختی؟ لیتر 61 روپه است. 61؟ بله 61 روپه است. میگه که از سابق کده یک ذره تل ارزان شده، در واقعیت است؟ بله حقیقت است، پیش 63 و 65 بود، حالا 61 روپه شده، حالا تل یک ذره ارزان شده. خوب است. موتر شخصی است یا تیکسی کار میکنی؟ موتر شخصی است. کسایی که تیکسی کار میکنن خب خیلی زیاد خوشحال میشن. خودت به میانوان کس که یک موتر شخصی داری، مثلا از یک جای تا دیگه جای سفر میکنی، چقدر خوشحال میشی که تیل ارزان مندازی و حکومت امیر کنترل کده؟ ولی بسیار خوش میشیم و از امارت اسلامی بسیار تشکر میکنیم که تنها تیل نه کل چیزا را کنترل کده. ارد کنترل است،
برنج کنترل است، روغن کنترل است، همه چیز کنترل است. بسیار زیاد خوش هستیم از امارات اسلامی. بسیار نیک. بسیار زیاد خوش هستیم. یعنی از حکومت پیش کرده صد چند خوش هستیم. او امنیت است، هر چیز کنترل است، نرخ است، هر چیز بسیار خوش هستیم دیگه. چرا از حکومت قبل کرده این حکومت از یاد دوزداری؟ میشه یک چند نکته بر ما بگویی؟ ولی حکومت بسیار دوست از خاطر ازی داریم که پیش حکومت ایتو بود که دزدی زیاد بود، جنجال زیاد بود، جنگ زیاد بود، رشوت زیاد بود. مال خود ما در محکمه کار داشتیم، یک روپه رشوت ندادیم، کار ما تو فری شده. اگر حکومت پیش می بود مثلا اقلا $1,000 خود رشوت می گرفت. دیگه از خاطر ازی بسیار خوش هستیم دیگه. مصارفه ما بسیم که ما تو ادامه پیدا کنم. بخیر باشین. دوام پیام اگر داشته باشی. ولا بس پیام ما خونه میست که امی مکتب دخترانه باز شوه. دهی بسیار خوش میشم که تحسین ما زیاد شوه، جنگ خلاص شوه. دمی بسیار خوش میشم. بسیار زیاد تشکر. همچنان. تشکر و برکت. بخیر بری، سفر خوش داشته باشی. بینده های عزیز، این بود گزارش شما از کاهش نرخ های مواد اولیه که در کابل زیادتر مردم با اونا سر کار دارن. ما شما روزمره حتما از آرد، برنج، روغن و اینا استفاده میکنیم. و گپ نیک در کجاست که دمی تانگای تیل همچنان نرخ نامه ها توزیع شده و از اینا مردم استقبال میکنن و همچنان از اینا اطاعت میکنن و به مون نرخ نخنامه امو تیل را سودا میکنن. امرای موتروانو، امرای کسایی که آمدن تیل مندازن، امرای کسایی که برنج و آرد روغن مواد ارتزاقی خریداری میکردن همچنان صحبت هایی داشتیم. شکر الحمدلله که قیمت ها پایین آمده و مردم از این امر خیلی زیاد خوشحال هستن و امید یک افغانستان موفق و پایدار. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتان باشه.